در این درس می‌خوایم آموزش بدیم که چجوری بیاید از یک دیتابیس بکاپ بگیرید و اون رو ریستور کنید. برای این میگیم که ما یه سری فایل‌های دیتابیس رو روی یا پایگاه داده رو روی صفحه سایت قرار دادیم، مثل AdventureWorks 2016-2017، NorthStar.ind و چند تا پایگاه داده دیگه، که به این روش که الان توضیح میدیم میتونید اونها رو وارد SQL Server Management Studio خودتون بکنید و باهاش کار کنید. یعنی هر چی بتونید بیشتر با این داده ها تمرین کنید، تسلطتون به این برنامه بیشتر میشه. برای بکاپ گرفتن میتونید روی اون پایگاه داده مورد نظرتون کلیک راست کنید، از این قسمت تسک روی این بکاپ کلیک میکنید و حالا پول بکاپ رو میگیرید و اینجا هم روی دیسک میتونه باشه روی آدرس سایت، ولی ما اینجا روی دیسک اون رو میخوایم بکاپش رو بگیریم. بعد اون جایی که میخواید بکاپ توش سیف بشه رو مشخص میکنید و روی اوکی کلیک میکنید. حالا اگه بخواید ریستور کنید، یعنی این چیزی که بکاپ گرفتید یا این فایلایی که ما قرار دادیم رو بخواید ریستور کنید و بیارید داخل SQL Server Management Studio از اون استفاده کنید، به این صورتی که روی مثلا یه پایگاه داده کلیک راست میکنید از قسمت تسک روی ریستور و دیتابیس. حالا میتونید اینجا بیاید دیتابیس رو انتخاب کنید یا دیوایس میرید اون جایی که میخواید فایل رو قرار دادید انتخاب میکنید و روی اوکی کلیک میکنید و بعد با کلیک کردن اینجا روی اوکی اون فایل بکاپ ریستور میشه روی SQL Server Management Studio شما و میتونید باهاش کار کنید. و دقت کنید که حتما فایل یکتا باشه و با یک پایگاه داده دیگه قاطی نشه که به مشکل میخوره و ارور. حالا ما این رو مثلا ریستور کردیم قبلا، دوباره تونیم، چون این قبلا ریستور شده دیگه الان دوباره ریستور نمیشه. حالا ما میتونیم بریم با این پایگاه داده هایی که اینجا ریستور کردیم کار کنیم و در درس های آینده هم از این داده ها استفاده خواهیم کرد، از این جداولی که توی این پایگاه داده هایی قرار دادیم براتون. شما میتونید از تمام این جداول استفاده کنید و روش تمرین های مختلفی که میگیم رو انجام بدید تا تسلطتون به این برنامه بیشتر بشه.